مراسم دیدار استر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، با افسران و سربازان اردو، پلیس و امنیت ملی با تشریفات خاص این نیروها آغاز شد. در آغاز نشست، برخی از نیروهای قوای مسلح افغانستان به نوبه صحبت کرده تأکید کردند که با وارد شدن استر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در شمال کشور، لرزه به اندام دشمنان مردم و کشور انداخته است. هر یکی از این صحبت کننده ها ضمن بیان مشکلاتشان تأکید کردند که در مقابل دشمنان مردم و وطنشان در مناطق مختلف آماده مبارزه هستند. نوع چالش ما در جستامای ما نداریم. از نگاه هوایی، زمینی، مهمات، سلاح، تجهیزات، ما با دشمن قسم خوردی وطن دفاع کردیم، دفاع میکنیم و دفاع خواهد کردیم. با نمایندگی اسکندک با جلال نواب محترم وعده و اطمینان میتیم تا آخرین قدری حیات خون در مقابل این دشمنان قسم خوردی وطن استاد هستیم، دفاع میکنیم، خواهد کردیم و زندگی آرام مردم هم وحیا میسازیم. خود رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان در اصل قرار داشت و ما پیلوتاش بودیم. از این وطن، از این سرزمین در کل افغانستان دفاع میشد و امروز میدان هوایی ما به سخت مشکلات مواجه است. مشکلات شزی، اگرچند از روزی که این بنده مدت 3 سال میشه که آمدیم، میدان هوایی جزجان تشکیلش باید بود، پرسونل نداشت، تجهیزات نداشت. امشالله الحمدلله از برکت حکومت اسلامی افغانستان و خصوصا معاون صاحب، امروز تجهیزات همه چیزش آماده شده، فقط میدان به نشست برخواست تیارات ضرورت داره. بعد واکنش سری کماندان هر زای چه قطع امنیت دغتلال اردو ملی او امنیت و کماندانی واکنش و سرده یک مالایم منظمایم او هر زای چه ستام او ستار پیقی در تولاریم پیو پو اغا 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 رشیدیم در کمانگولتایی کبلی نن همه رباندی وکا یوا بیم پیراک اگر سار در تعمالیات وم در تخلاص ومی نور در تولاریم در تا. استر جنرال عبدالرشید دوستم پس از شنیدن نظریات افسران و سربازان اردو، پلیس و امنیت ملی افغانستان از دلیری و قهرمانی آنها در مقابل دشمنان مردم افغانستان ستایش کرد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان ادعاهای مبنی بر ملیشه سازی را که توسط برخی از فرصت طلبها در رسانه ها پخش شد را رد کرده گفت که وی به خاطر تامین امنیت و دفاع از نوامیس ملی و تمامیت ارضی کشور با نیروهای امنیتی و مردمی تلاش میکند. ملیشه سازی وی عملیات خود سرانه، اما معاون اول هستم با هدایت همه بزرگا به اینجا آمدیم، با صلاحیت آمدیم، اما چطور ما جنگ خود سرانه را میکنیم، ملیشه میسازیم؟ این یک کسایی است که من در کولر یخ ششتن، پروبلم و مشکلات این چیز را هیچ ندیدن. این جنگ، این گپا را که چه مشکلات از در افغانستان او را نمی پامن، از شما سربازا می پامن، شب و روز خواه نیست. ما چه میگم؟ ما میگم هیانن همه جنگ طولانی تر شده را 5 سال دیگر. 5 سال دیگر که ما نمیتونیم که همیشه برو شرزای دو جا، ها بچه های کماندگی اینجا دیستان شد، ها بچه های واکنش سری اونجا برد. اینا هم نفس داره، اینا هم خانه داره، اینا را ما نمیتونیم از پای به ما مانده و خسته و زله بکنیم. هر جای اینا را دمین درها نیرنگ چال مقابل ما میپامیم که همه طور قطعات ما دیگره مصرف کنه، همه جای تیت کنه، ضعیب بسازه اردو پلیس ما را. تصمیم داریم که اینمی کسایی که صادقانه وطن دوست هستند و مردم هم از اونا راضی هست، 4 سال 5 سال اینا جنگیدن، زمین خدا مال خدا داره که سودا کردن، مهمات گرفته، از همه
منطقه خود دفاع کردشتن. اینا رو ما میپوام در بدخشان کی از تخار کی از در قندز کی از در تا در هلمند و خوز پکتیا پکتیکا کی از کنر کی از کیا تنظیم شوام. اینا رو ما پیشنهاد ما قرب 8 ماه با این طرف همه بود. ما چه میکنیم؟ در پالی پلیس، در پالی اردوی ملی، امنیت ملی نسبت به اینا قوتش کمتر است. اینا کارهای اپراتیپی میکنن. اما در چوکات امنیت ملی امینا را موقتی تنظیم بکنیم. استر جنرال عبدالرشید دوستم همچنان تاکید کرد که در طول 39 سال زندگی نظامیش تمامی وظیفه های نظامی خود را تا به دست آوردن نتیجه مطلوب ادامه داده است و اکنون نیز با هدایت رئیس جمهوری افغانستان برای بررسی و حل مشکلات امنیتی صفحات شمال به خصوص ولایت فاریاب رسما وارد شمال شده و این مشکل را حل خواهد کرد. و دشمنا دیروز به این طرف تبلیغات میکنم گویا که جنرال دوستم بازگشتم رئیس جمهور ما را نمانده باشه و این ما در پاریاب نیاییم. این چطور جنرال دوستم است که نظر به هدایت رئیس جمهور بیاید وظیفه اصلیشم بازدید از جبهات و از مردم پاریاب باشه. این تصمیم گرفته عملی نکرده رفتنی جنرال دوستم نیست. دیده طول ادقل 39 سال میشه ما مثل شما سربازا لباس سربازی را به تن کردیم و با سند 61 سالگی رسیدیم. هیچ گاه هیچ جای یادم نمیاد که رفته باشیم یا جنگ خرد بوده یا جنگای بزرگ بوده. یک ماه، دو ماه، سه ماه 100 نفر تلفات، 200 نفر تلفات، 300 نفر تلفات، حتی در یک روز 1000 نفر تلفات با همه فشار تا پلان خود تطبیق نکرده، جغرافیای خود به دست نورده یادم نمیاد که پس گشته باشیم. با امید خدا، اطمینان به قوتای امنیتی، پلیس، همگی میتیم وظیفه را به خوبی انجام میتیم. مشکلات و گزارش و حملات دشمن چطور بتانیم با عقب برانیم دشمن ما تجارب خوب برخوردار هستیم، بلخصوص شمال و شمال شرق و قلات و قندهار و اطراف کابل و لوگر و پکتیا و پکتیکا در جلال آباد در اینجا تپه به تپه گشتگی هستن سربازان. در این مراسم برای برخی از افسران و سربازان اردو، پلیس و امنیت ملی که در راستای وظیفه از خود شهامت و دلیری نشان دادند، مدال‌ها، تقدیرنامه و ترفیع فوق‌العاده که از طرف مقام ریاست جمهوری و معاونیت اول آن منظور شده بود، طبق هدایت استر جنرال عبدالرشید دوستم در مراسم خاصی از سوی مسئولان قطعات مربوطهشان تفویض خواهد شد. در این مراسم لوی پاسوال، اکرام الدین یاور، معین اداری و مالی وزارت امور داخله، مل پاسوال، فقیر محمد جوزجانی، قمندان امنیه ولایت جوزجان، مولوی عبدالحی حیات، رئیس شورای ولایتی جوزجان و برخی از مسئولین و قمندانان اردو، پلیس و امنیت ملی نیز حضور داشتند.